همزمان به طور رسمی معماری و آهنگسازی میخوندم. یعنی در آکادمی هم که شرکت کردم، پروفسورایی که نشسته بودن گفتن که برای کی، یعنی کدوم پروفسور میخوای کار کنی، من پروفسور یلینکو نشون دادم و ایشون گفت بشین پشت پیانو یه چیزایی رو مدولاسیون کن و یه کارایی بکن. این کارا رو کردم ولی خودم فکر نمیکردم قبول شم و با کمال تعجب قبول شدم. قبول شدم توی کلاسی که 10-12 تا شاگرد داشت. نزدیک 3 سال، یادم نیست 5 ترم بود یا 6 ترم، من معماری و چیز رو و آهنگسازی رو با هم ادامه دادم. قبول شدم و هیچ یادم نمیره که پروفسور یلینک، اونم از آدمایی بود که من خیلی ازش آموختم، هنر آموختم، نه اینکه فقط موسیقی، که همیشه به ما میگفت که دانشتون رو زیاد کنید ولی همیشه شونهاتون انقدر قوی کنید که در لحظه خلق اثر هرگز بار دانشتون رو احساس نکنید، خودتون رها بکنید. یادم از جلسه اول پروفسور یلینک به من گفت اون ایرونی جوون، خب من 18-19 سالم بود، چه بیاد بشینه پشت پیانو ببینم چیکار میکنه. انقدر سر امتحان دست پاچه بودی که من نفهمیدم چی بلدی چی بلد نیستی. من 5 یا 6 ترم شاگرد آهنگسازی ایشون بودم که کلاسای دیگه هم داشتیم دیگه، فرم و غیر و غیره، و همزمان معماری میرفتم. و همیشه یادمه که خوشبختانه با هم نزدیک بود، یعنی پیاده از آکادمی موسیقی تا دانشکده معماری حدود 10 دقیقه راه بود که میرفتم. روزهایی که درسای مهم میداشتیم و باید من سر کلاس بودم حتما معماری، میگفتم که پروفسور اگه اجازه بدی من امروز یه درس دارم یا یه امتحان دارم باید بریم. همیشه حرفش این بود، میگو آقای مهندس بفرمایید. این آقای مهندس بفرمایید یه مطلق هم بود که بالاخره تو میخوای مهندس بشی یا معمار یا آهنگساز. تصمیم گرفتم برای اینکه خانواده رو زیاد شوکه نکنم و غیره، معماری رو ادامه بدم. با پروفسورم صحبت کردم، گفتم شما فکر میکنید من استعدادم طوری هست که آهنگساز بشم و اینا. گفت ببین تو طی این مدت هرگز همه انرژی تو روی آهنگسازی نگذاشتی، برای این اساس من نمیتونم بهت بگم که حتما آهنگسازی رو ادامه بده، چون همیشه نصفت اون طرف بوده. خب اونجا من تصمیم گرفتم که معماری رو ادامه بدم. و اما معماری، معماری دانشکده فنی وین اونی که من میخواستم نبود. اون اولی اونی بود که اون بیشتر جنبه‌های هنری، جنبه هنرهای در واقع فاین آرت داشت، جنبه سازندگی هنری. اینجا باید مقاومت و پول رو حساب میکردیم و مواد میشناختیم و از این کارها میکردیم که اونورم بود ولی نه به این زیادی، نه به این چیز. خب چگونه سینماگر شدم؟ برسم به سینما دیگه، خیلی داستان مفصل شد. یک سال بعد از اینکه آهنگسازی رو رها کردم هنوز معماری رو ادامه دادم. ادامه دادم، در همون فاصله یه اتفاق افتاد. سینما همیشه برای من جنبه تفنن داشت، هیچ وقت خیلی جدی نبود. تئاتر برام خیلی جدی‌تر بود، در اتریش هم تئاترهای زیاد بود، اپراهای زیاد بود، من خیلی میرفتم به اینا. با اینکه پول دانشجویی داشتیم ولی میرفتیم طبقه چهارم بالا وای میشدیم، که یادم این هوای بد از پایین میامد بالا، حالمونم بعضی وقتا بد میشد اینا به دلیل این هوا و غیره، ولی علاقه مند بودم. این سال 63-64 فرنگیه، 1963-64. آقای طیاب، منوچهر طیاب که میشناسید، دوست من بود از البرز، یک دو سال از من جلوتر بود ولی همون سالا آمد به اتریش.
او قبلا با مطبوعات سینمایی و اینا سر و کار داشت، یعنی با سینما سر و کار داشت. اول هم سال اول معماری رو توی همون دانشگاه فنی وین با هم شروع کرده بودیم، ولی او به دلیل اینکه در واقع چیز بود، در واقع قبلا با سینما سر و کار داشت و علاقه داشت، رفت دنبال سینما. توی همون سال تیاب به من گفت خسرو من میخوام یه فیلم دانشجویی بسازم، تو بیا بازی کن. گفتم من این کاری نیستم فلان. حالا بعدن که الان چه میکنم میبینم چرا، توی دبیرستان بوده، بعدم یه دفعه تو وین برای نمایشی که یه نفر میتونست در واقع لهجه داشته باشه از نظر انگلیسی، چون اون انجمن در واقع اتریش و آمریکا بود، یه کارگردان آمده بود، باز منم انتخاب کردن. ظاهرا یه میگم یه موریونه ای اون تو وجود داشت، کاری نداریم. من گفتم خیلی خوب، رفتم و فیلم رو بازی کردم. اون چی که خب یه فیلم دانشجویی ساده بود، اما اون چی که برام جالب شد پشت صحنه بود، اینی که شب تا صبح آدم دکور درست کنه، نور پردازی بکنه، اینا برام خیلی جالب بود. یه اتفاق دیگه افتاده بود، اون اتفاق این بود که اوایل دهه 60 یک سینمای نئورئالیسم ایتالیا، دو سینمای موج نو فرانسه، سه سینمای اروپای شرقی یعنی لهستان، مجارستان، چکسلواکی خیلی مطرح شده بود. فیلمای اونا دیگه فیلمای آرتیست بازی نبود، فیلمایی بود که برای من به نوعی اون فضای رمان‌هایی رو که دوست داشتم بخونم، مثلا فرض بکنید میگم، برای مثال میگم آثار تورگنیف رو بخونم یا آثار داستایفسکی رو بخونم یا آثار فرض کنید گیدو ماپاسان رو بخونم یا آندره ژید رو بخونم، اینا میخوندم، اینا بودش. میدم این در واقع تصویر شده به سینماست، برگشته. پس اونجا هم برام جالب شد، ولی هنوزم تصمیم نگرفته بودم. در واقع یک شوک بود که من رو بعد از 4 سال معماری خوندن که یه امتحانم مونده بود تا لیسانسشو بگیرم، نه فوق لیسانسشو، از معماری پرت کرد به سینما. و اون چی بود؟ یکی از درسایی که ما داشتیم امتحان هندسه ترسیمی بود. هندسه ترسیمی توی اونجا 5 پروژه بود، 3 از این پروژه ها در واقع هر کدومش 4 قسمت بود روی کاغذهای A4، 2 از این پروژه ها روی کاغذهای A3 بزرگ بود، یکیش پرسپکتیو بود و یکیش اجسام مدور و چگونه سایه میندازن و غیره. کارم داشت اینا رو تموم کردن. بچه های ایرانی کشف کرده بودن، این زبلی های بچه های ایرانی بود که پروفسور، که یه آدم، پروفسور کرامس اسمش بود، یه آدم خیلی هیکلدار و پروفسور خوبی هم بود و سختگیر، کشف کرده بودن که این سوالای کتبیش ستونیه، یعنی اگه سوال اول این بیاد بقیهش اینه، سوال دوم این بیاد بقیهش اینه، متوجه هستی؟ به این ترتیب همه هم میدونستیم، میرفتیم این ستونا رو حفظ میکردیم، متوجه هستید که برای چیز. هر کیم کتبی قبول میشد دیگه امتحان شفاهی لازم نبود بده. خب ولی اول باید پروژه ها رو تحویل میدادیم. من پروژه ها رو که تحویل دادم، آسیستان تحویل میگرفت، یه نقطه توی پرسپکتیو من 3 میلیمتر جاش اشتباه بود. این یه خط قرمز کشید، گفت این نقطه اشتباه است، برو عوض کن. گفتم ببین دیگه من اینو کشیدم و تموم شده، حالا یه نقطه رو به ما ببخش، به قول چیز ولش کن. گفت ببین عوض نکنی پروفسور اذیتت میکنه. گفتم نه من اونو ریسک میکنم. باشه. به این ترتیب پروژه ها رو پذیرفت، ما رفتیم سر امتحان کتبی. امتحان کتبی بر اساس همون حفظ کردن ها خیلی خوب شد، آ گرفتم. هرکیم آ میگرفت دیگه نباید امتحان شفاهی بده. خوشحال آمدیم که آقا اینم قبول شدیم، که اگه قبول شده بودم لیسانس میگرفتم، متوجه هستید یعنی. اما 2 بعد بچه ها آمدن گفتن تو اتاق پروفسور جلوی دفترش اسم تو رو زدن که باید امتحان شفاهی بدی. اه چرا؟ خب آقای انور، این بزرگترین و سینمایی ترین و در واقع کمرشکن ترین خاطره دوران تحصیل منه. یک روزی حدود ساعت 10:30 صبح بود، توی ساختمون قرن 19 سالن بزرگ از پنجره ها نور افتادن،
یه پروفسور قوی هیکل پیر بود ولی خیلی قوی هیکل بود، آسیستانش هم پشت سرش نشسته، منو برد پای تخته. با 3-4 تا سوال فهمید که من اونا رو حفظ کردم. گفت ببین تو رفتی حفظ کردی، زمینه ها رو نفهمیدی، به این اساس همه پروژه ها رو باید تکرار کنی، دوباره نام نویسی کنی، دوباره امتحان بدی و یعنی همه چی، یعنی یه سال دوباره اون پروژه ها رو کشیدن و اون کار رو. خب برای منی که من قبلا به خصوص روی این تاکید کردم که هرگز نه رد شده بودم نه تجدید شده بودم، شاگرد خوب بودم، به قدری اصلا شک آور بود و به برخورد که اصلا نمیتونستم فکر کنم یعنی چی، اما این شده بود. وقتی سرنوشت میخواد بازی بکنه، درست در همون زمان امتحان ورودی دانشکده سینمایی آکادمی بود، همون جایی که من قبلا آهنگسازی خونده بودم. این سال 1342 بود. سال 1342، حالا مجبورم دوباره یه فلاشبک بکنم، من به ایران آمدم. دیگه در تنهایی و سرما و زندگی دانشجوی وین شعر خیلی میجوشید، متوجه هستید؟ و جازه که به هر حال یادش بخیر، وقتی شعرها رو دید گفت من اینا رو از طرف گالری چاپ میکنم. به این ترتیب اول مجموعه شعر من در چیز در تهران 1342 به اسم تاولهای لجن چاپ شد. حالا خود اسم میگه که اون زمان من تو چه دنیایی سیر میکردم، یعنی تو یک نوع مدرنیزم خیلی رادیکال اون زمان، متوجه هستید؟ اون شب رو مرحوم نادر نادرپور آمد افتتاح کرد. یادمه که آقای براهنی هم اون زمان گفت اگه از خارج شعر بفرستی ما اینجا در مجله آرش چاپ میکنیم. ولی من فضای ادبی ایران دیگه دور افتاده بودم و نفرستادم، گرچه مینوشتم ولی نفرستادم. اون شوکه وارد شد، اون بازی که تو فیلم تیاب کردم و دیدن فیلم های دهه 60 موج نو و نئورئالیسم ایتالیا و اروپای شرقی و غیره در من یه حسی بیدار کرد که خب من همه این کار رو که یاد گرفتم میتونم تو سینما پیاده کنم، از هنرهای تجسمی تا شعر تا ادبیات غیره غیره. به این ترتیب در امتحان ورودی دانشکده سینمایی شرکت کردم. جالبه براتون که بدونید همون سال همراه با من اولا 120 نفر شرکت کرده بودن و از این 120 نفر 8 نفر پذیرفته شدن. من خیلی آسون پذیرفته شدم، برای اینکه به من گفتن کار هنری چی کردی، گفتم که اینکه شعرم امسال در اومده، بعدم انقدر معماری خوندم، انقدر آهنگسازی خوندم، متوجه شد. خب خیلی طبیعی بود که پشتوانه از این بابت قوی بود و راحت پذیرفته شدم. همون سال با من سهراب شهید سالس امتحان داد که آلمانیش خوب نبود، هنوز جا نیفتاده بود و در واقع به عنوان مستمع آزاد پذیرفته شد. مستمع آزاد به این ترتیب که بیا سر کلاس، بعد از یکی دو ترم اگر در واقع تونستی هم پای کلاس بیای رسمی میشی. ولی متاسفانه بعد از چند ماهی یه ناراحتی ریوی داشت که اون ناراحتی ریوی اذیتش میکرد و در پاریس عوامی داشت که رفت پلو اونا به فرانسه تا من ندیدمش، تا بعدن که حالا صحبت میکنیم. یه آقایی هم به اسم منصور مهدوی بود که بعدن جزو فیلمسازهای خوب اروپا شد ولی ایران نیامد هیچ وقت و در واقع اون سال قبول نشد، سال بعدش قبول شد. از اون 8 نفر 5 نفر فارغ التحصیل شدن و در اون 5 نفر هم در رشته کارگردانی به عنوان رشته اصلی، ببخشید که این رو میگم دلیل داره، میخوام به مسائل اجتماعیمون بپردازم، هم در رشته اصلی در کارگردانی هم در رشته جنبی در فیلمنامه نویسی هر دو من ممتاز گرفتم و شاید اول شدم. چرا اینو میگم؟ برای اینکه رقیب سوئیسی داشتیم، رقیب اتریشی داشتم، رقیب آلمانی داشتم که اون رقیب سوئیسی که بیشتر از همه در واقع
یک دور نخوت و غیره داشت، اصلا باورش نمیشد که او خوب بگیره و من ممتاز. متوجه شد. و وقتی نتایج رو اعلام کردن، با اینکه رقیب شدید من بود و یه حالتی آمد، یادم نمیره گفت خب تو قبلا هنر خونده بودی، من سیاسی، حقوق سیاسی خونده بود. اطلاعات فرهنگنامه ایش عجیب بود، پروفسور ازش میترسیدن، برای اینکه همه چیو حفظ بود، آرتیست نبود. به این ترتیب دانشکده رو با دو تا درجه ممتاز برای کارگردانی و فیلمنامه نویسی تموم کردم و کنسرواتور رو هم یک سال قبل از اون که تموم کرده بودم. خب چه سالی بود شما این کار؟ این سال 67 دیگه. 1367. نه نه نه. 1967 یعنی 1346.